بدن رژیم‌های کم کربوهیدرات، روزهای متناوب و حتی روزهای طولانی مدت بسیار پرطرفدار شدن و همه اونها در یه چیز مشترک هستن. اونا شما رو به حالتی میبرن به نام کتوزیس. کتوزیس وضعیتیه که سوخت بدن شما به چربی تغییر میکنه. چربی که از بدن خودتون یا غذایی که میخورید تامین میشه. کتوجنسیس زمانیه که چربی‌ها اجسام به نام کتون شکسته میشن. این کتونا یا کتون بادی‌ها معمولاً به عنوان یک منبع سوخت جایگزین شناخته میشن، چون که به جای گلوکز از کتونا به عنوان سوخت بیشتر بافت‌ها و مغز استفاده میشه. بودن در کتوزیس به معنای محدود کردن پروتئین به کمتر از 20% از کالری روزانه و کربوهیدرات به کمتر از 5%. متأسفانه اختلاف نظرهای زیادی در مورد کتونا وجود داره. بیشتر مردم فکر میکنن کتوزیس یه حالت غیر طبیعی خطرناکه که فقط در قحطی و یا دیابت پیدا میشه. بنابراین با این ویدیو قصد دارم برخی از سوء برداشت‌ها رو برطرف کنم و بهتون توضیح میدم که چرا ورود به این حالت چربی سوز میتونه کاملا طبیعی باشه و حتی میتونه سوخت بهینه‌ای براتون باشه. برای اینکه بفهمید چطور میتونه اینقدر سوء برداشت در مورد موضوعی مثل کتوزیس وجود داشته باشه، ابتدا اجازه بدید نگاهی به داستان در مورد غده تایموس بندازیم. اگه برگردیم به قرن 18 و 19 میلادی، زمانی که پیدا کردن نمونه برای مطالعات آناتومی بسیار مشکل بود، مردم واقعا دوست نداشتن بدن عزیزانشون که اخیراً فوت شده بودن برای مطالعه کالبد شکافی بشه. بنابراین افرادی که به رستاخیزگر شناخته میشدن توسط آناتومیستا استفاده میشدن تا اجساد تازه فوت شده رو از قبر بیرون بکشن. رستاخیزگرها حتی توی تشییع جنازه حاضر میشدن تا جسد رو بلافاصله بیرون بکشن. به همین دلیل افراد ثروتمند تابوت‌های قابل قفل شدن خریداری میکردن و برای محافظت از قبر عزیزانشون نگهبانای مسلح استخدام میکردن. یه قانون حتی میگفت اگه شخصی توی خانواده فقیر درگذشت و بستگانش نتونستن هزینه‌های پزشکی رو پرداخت کنن، بدنشون بلافاصله باید به کالبد شکافی منتقل بشه. این به این معنی بود که دست آناتومیستا بیشتر توی بدن افراد فقیری بود که توان پرداخت این هزینه‌ها رو نداشتن. خب حالا داستان تایموس چیه؟ افرادی که دچار مشکلات ناشی از فقر هستن مطمئناً تحت استرس زیادی هم هستن. امروزه همه اینو میدونیم که استرس مزمن منجر به انواع بیماری‌ها میشه و میتونه باعث آتروفی بعضی از اندام‌ها بشه. مثلا در مورد تایموس، استرس میتونه اندازش رو تا حدود 75% کاهش بده. بنابراین چیزی که اون زمان به عنوان اندازه نرمال غده تایموس توی کتاب‌های آناتومی ثبت شد، تایموسی بود که از نظر اندازه به شدت کاهش یافته بود. در سال 1900 یک آناتومیست آلمانی به نام پالتوف در تلاش بود تا علت سندرومی که باعث مرگ ناگهانی نوزادا میشد رو پیدا کنه. سندرومی که باعث میشد بسیاری از بچه‌های طبقه متوسط و بالاتر جونشون رو از دست بدن. پالتوف اجساد نوزادان رو مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که غدد تایموس اونا غیر طبیعی بزرگ هستن. بنابراین اینجوری نتیجه گرفت باید تایموس بچه‌تون رو پرتو درمانی و کوچیکش کنید تا از سندروم مرگ ناگهانی جلوگیری کنید. تا سال 1920 همه کتاب‌های درسی طب کودکان در حال ارائه این پیشنهاد بودن. البته پالتوف فکرش رو هم نمی‌کرد که تنها کسی باشه که این شانس رو داشته و اجساد کودکانی که تایموس آنها تحت تاثیر استرس مزمن ناشی از فقر نبود نگاه کنه. متاسفانه این سوء برداشت تا دهه 1950 ادامه داشت، تا وقتی که هزاران نفر در اثر سرطان ناشی از پرتو درمانی مردن. خب این حرفا چه ارتباطی با کتوزیس داره؟ در مورد کتونا هم متاسفانه همچین سوء برداشتایی وجود داره که برمیگرده به نوع کشف شدنشون. پزشکان ابتدا در نیمه دوم قرن 19 هنگامی متوجه کتونا شدن که فهمیدن به وفور در ادرار بیمارانی که در اثر دیابت به کما رفتن وجود داره. به نظر می رسید که تولید گسترده کتون مشکل وحشتناکیه به نام کتو اسیدوز دیابتی. بنابراین برای نیم قرن کتونها به عنوان محصول بسیار بد ناشی از اختلال در استفاده از کربوهیدرات ها شناخته می شدن. تا اینکه پس از پیشرفت فناوری و تکنیک های تحلیلی متوجه شدیم که کتونها اجزای کاملا طبیعی خون هستند. حتی اگه کتوزیس نباشین کتون همیشه توی خونتون وجود داره و هرچی از آخرین ساعت خوردنتون بگذره تعدادشون بیشتر میشه. بعد از یک شب روزه‌داری کتونها 2-6% از انرژی مورد نیاز بدنتون رو تامین میکنن و بعد از 3 روز فست 30-40% از انرژی بدنتون از کتونها تامین میشه. قبل از اینکه ادامه بدیم، کتوزیس از طریق رژیم غذایی کتوژنیک شباهتی به کتو اسیدوز دیابتی نداره. کتو اسیدوز باعث تولید میزان وحشتناکی از کتون میشه، خیلی بالاتر از اون چیزی که شما میتونید حتی بعد از یک هفته روزه‌داری توی خونتون مشاهده کنید. نگرانی از اینکه از طریق رژیم کتوژنیک دچار کتو اسیدوز بشین مثل اینه که نگران رفتن به کما از طریق خوردن غذا توی رستوران چینی باشین، چون یه بچه که یه شیشه سس سویا رو اونجا سر کشیده به کما رفته. کتونها نه تنها به طور عادی در خون افراد سالم وجود دارن، بلکه برخی از بافتا ترجیح میدن از کتونها استفاده کنن. همونطور که توی کتاب درسی بیوشیمی فریمن توضیح داده شده، اسیدهای چرب منبع اصلی سوخت قلب هستن. کتون بادی ها دقیقاً مثل لاکتات میتونن به عنوان سوخت قلب استفاده بشن. عضله قلب ترجیح میده از استاتات که نوعی کتون بادی هست به جای گلوکز استفاده کنه. بعضی از افراد به منظور بهبود
بهبود عملکرد مغز روزه میگیرن بدون اینکه بدونن دارن وارد کتوزیس میشن. از یه مطالعه در کمبریج نتیجه گیری شده که رژیم کتوژنیک باعث بهبود عملکرد جسمی و ذهنی در موش‌ها شده و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شده که ممکنه به درمان طیف وسیع از مشکلات انسان کمک کنه. افلاطون خیلی وقت پیش گفت من روزه میگیرم برای اینکه از نظر ذهنی و بدنی قوی تر بشم. گرفتن روزه برای بهبود عملکرد مغزی شاید به نظر مسخره برسه. مدت‌ها تصور می‌شد که مغز فقط می‌تونه با قندها کار کنه. جورج کیهیل و گروهش در دانشگاه پزشکی هاروارد در سال 1967 نشون دادن که مغز می‌تونه از کتون به عنوان منبع انرژی استفاده کنه. چیزی که اون فهمید این بود که هنگام گرسنگی کتون‌ها سوخت غالب بافت‌ها و مغز هستند و مغز بیشتر از 2/3 انرژی خودش رو از کتون‌ها می‌گیره. با این وجود بدن همیشه به مقادیری قند نیاز داره، حتی اگه شما هیچ چیزی نخورید. به عنوان مثال گلبولای قرمز نمیتونن از کتون تغذیه کنن به خاطر اینکه میتوکندری ندارن که بتونن توش کتون ها رو متابولیسم میکنن. اما تمام نیازهای گلوکز بدن با این واقعیت تامین میشه که بدن میتونه قند مورد نیاز خودشو بسازه. به عنوان مثال بدن میتونه گلوکز رو از گلیسرول چربی تولید کنه. به همین دلیله که حتی در طول روزه‌داری طولانی مدت سطح قند خون پایدار میمونه. این نشون میده که در واقع هیچ نیاز غذایی به کربوهیدرات وجود نداره. البته سبزیجات و بعضی از میوه ها بسیار با اهمیت هستند چون که انواع ریزمغذی‌ها و فیبر دارن، اما بدن شما به کربوهیدرات موجود توی اونها هیچ نیازی نداره. من نمیگم رژیم بدون کربوهیدرات بهترین رژیمه، فقط میگم زندگی بدون کربوهیدرات هیچ مشکلی نداره تا وقتی که از چربی و پروتئین کافی استفاده کنید. توی علم تغذیه دو تا چیز با پسوند ضروری داریم، اسیدهای چرب ضروری و اسیدهای آمینه ضروری که میشه همون چربی و پروتئینی که باید توی رژیم غذایی باشه، در حالی که هیچ چیزی به نام کربوهیدرات ضروری نداریم. بدن شما به راحتی میتونه هر اندازه که قند نیاز داشته باشه رو بسازه. در حقیقت در صورت عدم وجود کربوهیدرات در رژیم غذایی، مغز بدون هیچ مشکلی با کتونا کار میکنه و قند خون افراد کتوزیست میتونه به مقدار زیادی پایین بیاد بدون اینکه روی عملکردشون هیچ تأثیری بذاره. در سال 1972 یک مطالعه پرسشنامه ورزشی که روی افراد دارای اضافه وزن انجام شد، افرادی رو 2 ماه در معرض کتوزیس عمیق قرار داد، به این معنی که مقدار زیادی کتون توی خون این افراد وجود داشت. سپس این افراد انسولین تزریق شد و اندازه‌ای که قند خونشون تا 9 میلی گرم بر دسیلیتر پایین اومد، سطحی که طبق قاعده باید باعث کما یا مرگ بشه، در حالی که بیماران به این موضوع هیچ واکنشی نشون ندادن. هیچ تغییری در ادراکشون به وجود نیومد و بدنشون هیچ واکنشی نسبت به افت قند شدید نشون نداد. The only people in the room who had palpitations and sweating and anxiety were the physicians. The people who had the blood sugar levels that should be associated with coma or death were completely unfazed. Had completely normal mentation. It is clear that the human brain is perfectly happy with beta-hydroxybutyrate as not just its majority fuel but essentially its sole fuel. هر کسی که داره این ویدیو رو میبینه حداقل یک لحظه از زندگیش رو در وضعیت مشابهی قرار داشته که قند خونش بسیار کم بوده و استفاده از کتونا در بدنش بسیار زیاد بوده. تخمین زده شده که مغز یک نوزاد به طور متوسط بین 60 تا 71% از انرژی بدنش رو مصرف میکنه، در حالی که مغز یک انسان بالغ 25% از انرژی روزانش رو مصرف میکنه. با وجود این نیاز گسترده به انرژی، سطح قند خون یک نوزاد تقریبا تا حدود 35 میلی گرم بر هر دسیلیتر کاهش پیدا میکنه. این نیمی از پایین ترین قند خون نرمال در بزرگسالانه. این یعنی مغز نوزاد باید بیش از نیمی از این انرژی رو از کتون بادی ها به دست بیاره. دکتر منتانتسو مدیر کلینیک زایمان مونیتا در ژاپن در کتابش در مورد پتانسیل سلامتی کتون ها توضیح میده که زنان باردار چه کربوهیدراتشون رو محدود بکنن چه نکنن بیشتر از حد طبیعی کتون تولید میکنن. با مقایسه خون مادر با خون بند ناف 416 نوزاد متوجه شدن 70% نوزادان با سطح کتون حتی بالاتر از مادرشون به دنیا اومدن. با تجزیه و تحلیل ویلی هایی که با خون مادر به قشای جنین مرتبط هستند، مونیتا نتیجه گرفت که جنین از ابتدای بارداری در محیطی با کتون های بالا رشد میکنه و حتی 1 ماه پس از تولد نوزادان به طور متوسط سطح کتون خون 5 برابر بیشتر از یک فرد عادی دارن و به همین دلیله که مونیتا در کتاب خودش نوشته نوزادان با کتون ها زندگی میکنن. کتوزیس نه تنها برای تامین نیاز انرژی نوزادان تازه متولد شده مفیده، بلکه میتونه یه عامل مهم در رشد مغز باشه. ثابت شده که ورزش برای مغز مفیده چون یک فاکتور نوتروفیک به نام BDNF مغز رو افزایش میده.
که پروتئینه که به رشد سلول‌های جدید مغزی کمک می‌کنه. به همین دلیل دکتر جان رایتی از دانشگاه پزشکی هاروارد به BDNF لقب معجزه رشد مغز رو داده. مکانیزم اینکه چطوری ورزش BDNF رو تحریک می‌کنه برای مدتی مشخص نبود تا اینکه اخیراً یک مقاله به سرپرستی استادیار بیوشیمی دکتر سما سلیمان منتشر شد. فکر می‌کنم عنوان این مقاله همه چی نشون میده. ورزش باعث تقویت نوتروفیک مشتق شده از کتون میشه. رشد مغز خیلی مهمتر از اونیه که فکر میکنیم. بزرگ بودن مغز مطمئنن چیزیه که به ما اجازه میده انسان باشیم. و وقتی صحبت از تکامل انسان میشه، بهبود عملکرد مغز رمز بازیه. واسه همین بدن ما روشهای پیشرفته و کارآمدی برای تولید انرژی داره، به خصوص برای پشتیبانی از مغز که همیشه گرسنه است. یکیش اینه که در موجودات هرچی مغز بزرگتر بشه روده کوچکتر میشه، چون هرچی انرژی کمتری در طول روده مصرف بشه مقدار بیشتری برای مغز میمونه. همونطور که در مقاله‌ای با عنوان مند فت هانتر اومده، برای فراهم کردن انرژی مغزهای بزرگتر کوچک شدن اندازه روده جزو جدایی ناپذیره. روده کوتاه‌تر انسان جوری تکامل پیدا کرده که بیشتر از سایر پستانداران وابسته به مواد غذایی مغذی و پرکالریه. روده کوچکتر در استخراج انرژی و تغذیه از غذاهای پرفیبر کارایی کمتری داره و به میزان قابل توجهی وابسته به مواد غذایی با کالری بالاتر و در دسترسه که برای هضم اونا نیاز به انرژی کمتری باشه و نسبت به انرژی که ازشون به دست میاره انرژی کمتری مصرف کنه. این موضوع دلالت بر این داره که چربی یک منبع مهم غذاییه، چون بدیهیه که بسیار پر انرژیه و 9 کالری در هر گرم فراهم میکنه. اما اهمیت استفاده از چربی برای تولید انرژی خیلی عمیق‌تر از مسئله کالریه. همچنین قدرت و ظرفیت مغز ما برای رشد عقل فقط از افزایش سایز ناشی نمیشه، بلکه از افزایش جریان خون و استفاده کارآمد از اکسیژن ناشی میشه. راجر سیمور از دانشگاه آدلاید و تیمش دریافتند که جریان خون به مغز با سرعت غیرمنتظره‌ای طی 3 میلیون سال افزایش پیدا کرده. سیمور میگه وقتی که اندازه مغز 3.5 برابر افزایش پیدا میکنه، میزان گردش خون به طرز شگفت‌آوری 6 برابر افزایش پیدا میکنه، از حدود 1.2 میلی لیتر در ثانیه تا 7 میلی لیتر در ثانیه. این نشون میده که مغز ما نسبت به مغز اجدادمون 6 برابر بیشتر به اکسیژن نیاز داره. احتمالاً به این دلیل که توانایی فکری ما بیشتر شده و بنابراین انرژی بیشتری لازم داره. این نشون میده که مهمترین سوخت برای مغز اونیه که از اکسیژن با کارایی بیشتری استفاده میکنه و این دقیقاً همون کاریه که کتونا انجام میدن. دکتر ریچارد الویچ در سال 1944 دریافت که تزریق کتون به قلب موش منجر به 25% افزایش در کار هیدرولیک اما کاهش در مصرف اکسیژن میشه. تئودور واناتایل این پدیده رو در مقاله‌ای در سال 2003 توضیح داده با این عنوان که کتون‌ها باعث افزایش راندمان تولید انرژی در میتوکندری سلول میشه. اگه فقط درس زیست‌شناسی رو پاس کرده باشید میدونید میتوکندری موتور محرکه سلول هاست. اما آیا این پیشرفت کاری در موتور محرکه سلول‌های مغزی هم اتفاق می‌افته؟ بانیتالی میگه مطالعه جریان خون و میزان مصرف اکسیژن در مغز انسان‌های چاق تحت رژیم‌های کم کالری مقادیر رو نشون داد که برای مغز انسان بالغ از سطح عادی پایین‌تر بود. اونا افزایش کارایی سوختساز در مغز انسان با استفاده از کتواسیدها به عنوان منبع اصلی انرژی به جای گلوکوز رو پیشنهاد میکنن. افرادی که فستهای طولانی میکنن اغلب میگن یه حال خوب یا افزایش چشمگیری رو در وضعیت عمل کرد در روز ششم یا هفتم تجربه کردن. این زمانی که بدن به سطح بالایی از کتون بادی ها رسیده. این بسته به شخص تقریبا بیش از 5 میلیمول بر هر لیتره. بنابراین شاید کتونا سوخت بهتری برای مغز باشن، به خصوص که انرژی بیشتری نسبت به گلوکوز با هر واحد اکسیژن برای سلول فراهم میکنن. مصرف بهینه اکسیژن با کمک کتونها میتونه برای تکامل و پایداری مغزهای بزرگتر بسیار مفید باشه. بخشی از فعالیت دکتر دومینیک دی آگوستینو حول محور فواید استفاده از کتونها در مصرف کارآمد از اکسیژن در سلول هاست. تحقیقات اولیه این دکتر که توسط دفتر تحقیقاتی نیروی دریایی آمریکا پشتیبانی شده با هدف بهبود قابلیت غواصی نیروی دریایی انجام شده. کمترین هنر کتون‌ها در استفاده کارآمدتر از اکسیژن اینه که دکتر دی آگوستینو با قرار گرفتن در حالت کتوزیس مدت زمان مهار تنفس خودش رو بدون تمرین قبلی از 2 دقیقه به 4 دقیقه افزایش داده. برای خلاصه کردن همه اینا
اگه بخوام همه مطالبی که گفتم رو خلاصه کنم، باید بگم وقتی که به اندازه کافی فستتون طولانی باشه یا وقتی پروتئین و کربوهیدراتتون رو به اندازه کافی محدود کنید، بدنتون شروع به استفاده از چربی و ساختن کتون میکنه که در حقیقت کارآمدترین سوختیه که در بدن انسان میتونه استفاده بشه. مغز ما مملو از خون مخلوط با اکسیژنه که نیاز داره به طور مداوم تغذیه بشه. هر چیزی که باعث بهینه‌سازی انرژی بشه برای بقای مغز بزرگ انسان بسیار با اهمیته. با وجود این شواهد و استناداتی که در این ویدیو استفاده کردیم، کتوزیست هنوز متاسفانه گهگاهن دچار سوء برداشتاییه که فکر میکنن این یه چیز خطرناکه. اگه برگردیم به داستان تایموس، مطمئنن اگر اطلاعات آناتومی تایموس به صورت صحیح در اون زمان وجود داشت، تایموس سالم بچه‌ها تحت پرتو درمانی قرار نمی گرفت. و در مورد کتون‌ها شاید درک امروزی متفاوتی وجود داشت. اگه اولین اطلاعاتشون در مورد کتون‌ها از افراد دیابتی به دست نیومده بود و به جاش از مادران باردار یا نوزادان سالم به دست اومده بود.